سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. کنار هم دیگه هستیم با درس نهم از سطح آس وای سوای. امروز در کنار هم دیگه میخوایم در مورد آدرس دهی و همچنین در مورد حروف و کلماتی که به ما کمک میکنن تا ما بخوایم جهتها و همچنین مسیرها رو نشون بدیم و یا اینکه اونها رو بپرسیم. Wir müssen direkt durch das Zentrum fahren. اگر به عکس نگاه کنید، داره نشون میده که یک ماشینی در جاده داره حرکت میکنه و داخل شهر هستش. در مرکز شهر گفته میشه سنتروم. و سنتروم مرکز شهر است. فاقن یعنی با ماشین رانندگی کردن. ما باید دیرکت به صورت مستقیم از کجا بریم؟ از داخل مرکز شهر. دوستان، داخل مرکز شهر رو با حرف اضافه دوش نشون میدیم. دوش داس سنتروم. دوش داس سنتروم یعنی از وسط مرکز شهر عبور کنیم. پس وی موسن دیرکت دوش داس سنتروم فاقن. در عکس بعدی میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که از یک مکانی و یا قسمتی از شهر که خیلی معروف است، همون که میخوای شما بگذرید، یادتون باشه کلمه که استفاده میشه برای این گذشتن فوربای هستش. فوربای به معنی گذشتن از جایی. دا کومن ویه اوبریگنز آخ ام موتزد پلاتس فوربای. قسمتی که تو عکس میبینید موتزد پلاتس هستش، قسمت مکان موتزارت و یا مجسمه موتزارت است. اوبخیگنز به معنی اینکه در زم اتفاقا از موتزارت پلاتس هم رد میشیم. فوربای پس رد شدن هستش. دا کومن ویه اوبخیگنز آخ ام موتزارت پلاتس فوربای. در قسمت بعدی ماشین از یک تقاطع داره میگذره. دوستان، چهارراه یا تقاطع میشه کروچسونگ. کروچسونگ به معنی چهارراه. دو فز بی سو نکستن کروچسونگ. تو تا تقاطع بعدی رانندگی میکنی، تو چهارراه بعدی رانندگی میکنی. دو فز بی سو نکستن کروچسونگ. دا موس دو لینکس اپ بیگن. دوستان، اپ بیگن فعلی هستش که معنی پیچیدن رو میده. زمانی که شما با ماشین میپیچید به چپ یا راست، از فعل اپ بیگن باید استفاده کنید. گفتیم که کروچسونگ هم به معنی چهارراه هستش. پس جملمون اینطور بود. دو فز بی سو نکستن کروچسونگ. دا موس دو لینکس اپ بیگن. در عکس بعدی ما داریم در مورد یک ماشینی که داره از روی پل رد میشه صحبت میکنیم. اون یت گراد آوز او با دی بروک دا. حالا اکنون از روی پل مستقیم میریم. گراد آوز دوستان به صورت مستقیم هستش. وقتی میخواید به کسی بگید که مستقیم بره، از کلمه گراد آوز استفاده کنید. از روی پل حرف اضافهش اوبا هستش. همیشه یادتون باشه زمانی که از روی پل خودتون پیاده رد میشید یا با دوچرخه و ماشین فرق نمیکنه. اوبا دی بروکه. بروکه هم یعنی پل. اون یس گراداوس اوبا دی بروکه دا. حالا اکنون از روی پل مستقیم در واقع میریم. نخ ده بروکه بعد از پل نخ ده بروکه. فاقن ویه دست فلوس اوفا انتلنگ. فلوس اوفا به معنی کناره و ساحل رودخونه است دوستان. فلوس اوفا، فلوس اوفا ساحل رودخونه. انتلنگ در امتداده. مثلا شما در امتداد جنگل قدم میزنید، در امتداد رودخونه راه میرید. این امتداد رو ما با انتلنگ نشون میدیم. نخته بروکه بعد از پل فاقن بیه در فلوس اوفا انتلنگ. بعد از پل ما در امتداد کناره رودخونه رانندگی میکنیم. دی نیست تنکشتله پمپ بنزین بعدی گیگن اوبا ده کیشه. کیشه یعنی کلیسا. گیگن اوبا دوستان به معنی این هستش که در مقابل، روبروی، جلوی کلیسا. تو عکس هم نگاه کنید پمپ بنزین کجا هستش؟ روبروی کلیسا. پس جلو و روبرو رو با گیگن اوبا نشون میدیم. دی نکست تنکشتله. تنکشتله هم یعنی پمپ بنزین. دی نکست تنکشتله پمپ بنزین بعدی گیگن اوبا ده کیشه. جلوی کیشه هستش، جلوی کلیسا هستش.
اما بریم سراغ میدون. میدون رو میگن دوستان کرایسفرکه. وقتی که شما میخواید دور میدون رو بپیچید، پیچیدن گفتیم ابیگن هستش، میدون هم میشه کرایسفرکه. اینو یادتون باشه. حرف اضافه‌ای که برای میدون استفاده میشه دوستان اوم هستش. اوم دن کرایسفرکه، دور میدون. وی موسن فاس گانز اوم دن کرایسفرکه هروم. دوستان هروم دو تا معنی داره، یکی زمانی که میخوایم اشاره کنیم به دور و اطراف، همچنین پیچیدن هم معنی میده. زمانی که شما دور میدون میپیچید از هروم استفاده میکنید. اما یادتون باشه حرف اضافه ای که استفاده میشه برای دور میدون اوم هستش. اوم دن کرایسفرکه هروم هم اینجا پیچیدن دور میدون رو به ما معنی داد. جمله رو نگاه کنید. وی موسن فاس گانز اوم دن کرایسفرکه هروم اون دن ابیگن. ما باید تقریبا دور میدون رو بچرخیم و بپیچیم سپس. پس پیچیدن رو با ابیگن نشون دادیم و کرایسفرکه هم یادتون باشه که میدون هستش. Wir müssen fast ganz um den Kreisweg herum und dann abbiegen. به این صورت شما در جهت‌دهی‌هاتون میتونید از این حروف اضافه و کلماتی که امروز یاد گرفتیم استفاده کنید و معنی و منظور خودتون رو در آدرس دهی به شخص مقابلتون بگید. پس با هم یاد گرفتیم دوش در سنتروم، یادتون باشه در داخل شهر، über die Brücke از روی پل، das Flussufer entlang به معنی در امتداد کناره رودخونه، bis zur Kreuzung تا کجا، تا چهارراه، am Platz vorbei یعنی از یک مکانی گذشتن، gegenüber der Kirche یعنی جلوی کلیسا. همچنین با هم دیگه کرایسفرکه رو هم یاد گرفتیم که به معنی میدون بود. اون دن کرایسفرکه به معنی دور میدون. مرسی که عزیزان در این برنامه هم کنار من بودید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا قسمت دیگه سطح آسفای سوای، خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان.